در این بخش میپردازیم به مبحث ارسبری یکی از پایه های اصلی شیگرایی دقت کنید هنگامی که من یک کلاس در اختیار دارم میتونه حاوی چندین تابع و خاصیت باشه حالا فرض کنید کلاس دیگری قرار ایجاد بشه که متشابهات اون با کلاسی که موجود هست زیاده خب آیا الان لازمه که من یک کلاس جدید به وجود بیارم و همه چیز رو از اول در اون بنویسم خب این یه مقداری خسته کننده و زمانبر هست در ضمن بعضی از کلاس ها رو ما سورسشون رو نداریم که برداریم بذاریم توی یک کلاس دیگه باید یه طوری بتونیم توابع و خواصی که در اون کلاس هست رو استفاده بکنیم فقط خب این کار با ارسبری امکان پذیره الان به همین کلاس فرم دقت کنید چیزی که توسط خود ویژوال استودیو جنریت شده دستوراتی که سبب ساخت این فرم شدن ببینید کلاس فرم انسپری کرده از فرم یعنی فرم یک که یک کلاس دستساز هست که ایجاد شده از کلاس فرم ارسپری کرده کلاس فرم چیه؟ آیتم های و کد هایی که خود مایکروسافت ایجاد کرده تا این شکل و شمایل رو شما ببینید پس ارسپری رو هم یاد گرفتید کلاسی که میخواد از یک کلاس دیگه ارسپری بکنه با یک دو نقطه و آوردن نام کلاس پدرش یعنی کلاسی که قراره از اون ارسپری بشه عمل ارسپری انجام میشه به همین سادگی وقتی ارسپری انجام میشه اعضا و متود های پابلیک و پروتکتد قابل استفاده هستند توسط کلاس فرزند حالا مثال میزنیم ما تا به اینجا پرسنز رو داشتیم اشخاص حالا دانشجویان هم اضافه میشن اما این دانشجوها هم انسانند فقط یه سری تفاوت ها تو نحوه رفتار با اونها وجود داره خیلی راحت دیگه لازم نیست این ها رو دوباره بنویسم یه کلاس جدید ایجاد میکنم به نام student حالا این کلاس student ارس میکنه از کلاس پرسنز تمام شد حالا شما دقت کنید دیس دیس چیه؟ هر کلاسی درون خودش خودش رو به عنوان دیس نام خواهد برد میتونه به اعضاء پرسنز دسترسی داشته باشه اجازه بدید یک اینستنت از کلاس استیودنت بگیریم به این صورت حالا استی دات رو ببینید نیم و فامیلی رو هم ببینید همه ای اونها بهشون دسترسی وجود داره چرا این گونه هست؟ ما که توی کلاس استیودنت هیچ کدی نداریم به دلیل ارسبری که انجام شده این اتفاق افتاده خب این هم از ارسبری بدون اینکه نیاز باشه ما کدی بنویسیم همه چیز رو در اختیار داریم این روند ارثبری در کامپوننت نویسی خیلی مفیده چون ما کلاس های موجود رو برمی داریم دستکاری می کنیم. ازشون ارثبری می کنیم هران چه که در اونها خوب هست و به دردمون میخوره رو نگه میداریم هر قسمتیش که یه مقدار نیاز به دستکاری داره دستکاری های لازم رو درون اون انجام میدیم. خب حالا دیگه فقط ما باید یک مبحث رو بررسی بکنیم اون هم توابع سازنده هستند که باید در روند کار کلاس ها اونها رو بررسی بکنیم که این کار رو در بخش بعدی انجام بدیم